اصل 91 نامزدهای ریاست جمهوری باید آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه انجام انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند. این رو یک کلمه می خواد که نامزدهای ریاست جمهوری پیش از انتخاب و پیش از برگزاری انتخابات باید آمادگی خود را رسما اعلام کنند، چون هیچ زمانی نداره. یک زمان می خواد مثل این که خب این تصریح می خواد. یعنی هیچ بیانی نمی خواد. همین رو میتونیم بحث کنیم. بعد از باید بذارید قبلا آمادگی خود را رسما اعلام. بله قبلا باشه بهتره. نامزدهای ریاست جمهوری باید آمادگی خود را قبلا رسما اعلام کنند. بعد از باید عیبی نداره. نامزدهای ریاست جمهوری باید قبلا آمادگی خود را رسما اعلام کنند. خوبه این، مثل این که عبارت یک سکته. بله قبلا اینجا بذاریم خوبه. نامزدهای ریاست جمهوری باید قبلا آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه انجام انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند. بحثی نداره اینجا، بحثی هست. بله بسیار اجازه بدید. بسیار خوب، براتون نوبت گذاشتیم. آقای هاشمی نژاد. این کلمه رسما همیشه یک مفهوم استاندارد شده ای در همه موارد مشابه هم نداره. نامه رسمی، کار رسمی، اعلام رسمی، مثلا در جریان خبرگان ما دیدیم کسانی که می‌خواستن آمادگیشون رو رسما ابلاغ کنن به این کیفیت بود که به فرمانداری محل نامه بنویسن با امضای خودشون. بنابراین این که ما نوشتیم اینجا رسما اعلام کنن، به کی اعلام بکنن و اصلا رسمیت در این کار با چیه و کانالش کدومه؟ این قانون معین نمی‌کنه. ملاحظه فرمایید، نحوه انجام انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کنه. یکی از آیین‌نامه هاش هم همینه. رسما یعنی اونطور که در قانون میگه. آقای صبحانی طلبان کنیم بهتر نیست؟ خوب حقوقی داده شده، این روشن‌تر است و حقوقی‌تر. شکر میشتم. آقای فاطمی من تمام نشدم. عرضم تمام. اگر تصویب شده میاریم، قرار شد منتقل کنیم خودمون به جایی که مناسب موقع تنظیم نهایی. آقای سبحانی فرمودید فرمایش که داشتید. من اصلا کار نکردم. نه اینکه ما شورای نگهبان خواهیم داشت. اینها رسما یا کتبا، به جای رسما کتبا باشه که اون رسما هم یه معنی کشداری. کتبا شورای نگهبان در صورتی که به شورای نگهبانی باشه، آمادگی خودش را به شورای نگهبان اعلام می‌کنه. شورای نگهبان هم لیست را منتشر می‌کنه. به این کیفیت موقعی که ان شاءالله تشریف آورید. اینا جزئیات تو قانون. آقای کیاوش قبل از انتخابات باید بشه. آقای کریمی دنبال بیانی رو که آقای هاشم نژاد فرمودن که نظر اون جهت باید ذکر بشه و برای فرار از محضوری رو که صبح در کمیسیون مشترک متذکر شدید، جمله قبلا اعلام شود کافی نیست، باید مدت مزبوط هم ذکر شود. یعنی هم مرکزی را که درخواست را تسلیم می کنند و هم یک هفته، 10 روز، 20 روز، یک ماه، یک مدت مزدود به الا ممکن است 2 ساعت قبل از برگزاری انتخابات اعلام بکند و همین هم مدرک قرار بکند. این قانون معین می کنم. تفاصیل را حتما باید قانون بعدا می دهید. خانم گرجی داوطلبان رو هم شامل بشه، نامزدها داوطلبان منفرد به اصطلاح. بله صبح معلوم میشه که توزیع صبح به مورد توجه دوستان قرار نگرفته،
به طوری که آقای سبحانی هم تکرار کردن. برادرمون آقای دوغفوری در جلسه قبلی که در اون گروه چند نفری بود این مطرح بود، اونجا نکته رو تذکر دادن که ممکن است کسی شخصا داوطلب نباشه، دیگران او را نامزد کنند. بنابراین به این نمیگن داوطلب، ولی به این میگن نامزد. ما طوری بنویسیم که این گونه افراد هم مشمول باشن. آقای آیت، من میخوام یه توضیحی اولا در مورد شروع، که مثلا 3 ماه قبلش باید حتما شروع بشه. درست بعد گفتید که 1 ماه، بچه مربوط به اصول بعد میشه. بله، به اینجا مربوط میشه و چیزی ندارم مردی افسر. آقای مکارم، هم نامزدها، چون نامزد داوطلب رو نمیگیره، داوطلب هم نامزد رو نمیگیره. چرا؟ هر داوطلبی رو بهش میگن نامزد، کاندیداستی. بله، خودش خودش نامزد کرد. و قبلن جمله دوم، قبلن اگر بذاریم مفهوم میشیم از قبل از نامزدی. آخه باید بنویسیم قبلن یعنی چی؟ ببینید دوستان، این حقیقتش اینه که باید کلمه قبل از برگزاری انتخابات باشه. برای اینکه اگر ننویسیم، همینطوری گفته شد، ممکنه تا اثنای انتخابات هیچی نگه و بعد مثلا بگه آمادم. بنابراین همون که عرض کردم من اول، بجاست قبل از شروع انتخابات. اون تو آیین نامه میگن تا چه مدت اعلام بکنه؟ جزئیاتش اینجا نیست. خب آقای فوزی، متشکرم. آقای منظور از قانون کدام قانون؟ مصوبه مجلس شورای ملی یا غیر؟ چیزی که اون مقرراتی که در این لحظات ارزش قانونی داره. بنابراین ممکنه قانون از شورای ملی باشه و تا قبل از اون قانون شورای انقلاب. آقای دکتر باهنر، انجام برگزاری بذاریم، چون انجام مراش پایانه. نه، من قبل از شروع انتخابات. نه، نحوه انجام انتخابات، نحوه برگزاری. درسته، بهتره. پیشنهاد به جایی. من خوبه برگزاری، صحیح‌تره. خب، پس متن رو برای رأی گیری میخونم. اصل 91، نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می کند. لطفا رأی بگیرید. Thank you.
نتیجه اخذ رأی. عده حاضر 64، شماره آرا 64، موافق 59، مخالف 4، ممتنع 1، تصویب شد. الله اکبر. ما در این لحظه میزبان مهمانهای عزیزی هستیم از فلسطین، ملت برادر و مبارز، و نیم ساعت از وقت رو برای پذیرایی از این میهمانان عزیزمون اختصاص داده ایم. برادرمون آقای ابو جهاد، فرمانده عالی نیروهای فلسطینی، با عده‌ای از فرماندهان و برادر عزیزمون آقای انحال حسن و دوستان دیگه تشریف آوردن. با اجازه دوستان ما میایم اونجا برای اینکه خیر مقدم بهشون بگیم و بعد برنامه‌ای رو که در نظر گرفته شده اجرا می‌کنیم. للترحیب بالاخوان ننزل الیکم ثم نبدا بالبرنامج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روشن. روشن. سلام بر برادر ما آقای ابو جهاد که به حق ابو جهاد مکنا شده اند. سلام ما بر همه برادران و خواهران فلسطینی. سلام ما بر رهبر فلسطین برادر ابو عمار. سلام ما بر همه برادران و خواهران فلسطینی که در اسرائیل در زندان و تحت شکنجه به سر می برند. من از طرف همه نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی به جناب آقای ابو جهاد برادرمون و سایر برادران فلسطینی که در مجلس بررسی تشریف آوردند خیر مقدم میگویم. به مجلس ما خوش آمدید، به ایران ما که منزل خودتان است خوش آمدید. همبستگی ملت ایران با برادران فلسطینی تازگی ندارد. از همون وقتی که ملت ایران تحت ظلم دولت طاغوتی محمد رضا بود، هرچند دولت به اسرائیل کمک می‌کرد، اما دلهای ملت ایران برای برادران فلسطینی می‌تپید.
من شخصا به یاد دارم در وقتی که در زندان بودم، با اینکه برادران و خواهران ما را در شهرهای ایران به شهادت می‌رسوندند، ولی اخبار فلسطین و لبنان که می‌رسید به ما، همه ما را ناراحت می‌کرد و به فکر برادران و خواهران بودیم. الان هم توجه دارند که برای اعلام همبستگی نسبت به برادران و خواهران فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل در حال اعتصاب غذا هستند، دانشجویان دانشگاه‌های ایران اعلام روزه سیاسی کرده‌اند و امروز از قم به من تلفن کردند که حوزه علمیه قم و بازاری‌های قم همه روزه گرفته‌اند و همه در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی قم مجتمع شده‌اند به عنوان تحصن برای اعتراض به این عمل دولت اسرائیل غاصب که حقوق برادران فلسطینی ما را نادیده می‌گیرد. البته این گناه ها را ما همه از اون بالاتر از اسرائیل می دانیم. اسرائیل یکی از ایادی امپریالیسم آمریکاست که همه کشورهای جهان سوم را می خواهند اونها در اختیار داشته باشند، منابع کشورها را در اختیار داشته باشند. اسرائیل طفل نامشروع دولت آمریکاست.